اصل دوم. بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می‌کرد. عده مرد مفلوجی را که وسیله چهار نفر هم می‌شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند. وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس با آنها فرمود: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مفلوج فرمود: به تو میگویم برخیز، تشک خود را برداشته و به خانه خود برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را هم کنان می گفتند: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده‌ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را. یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده‌ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟ عیسی به آنها فرمود: آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می‌شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک های نو باید ریخت. در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟ عیسی فرمود: مگر نخوانده‌اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتن چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم
به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت، خورد و به همراهان خود نیز داد. و به آنها فرمود، سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.